وقتی که یوسف به سن 9 یا 12 سالگی رسید، خوابی را دید که قرآن ذکر میکنه که آفتاب و ماه و ستارگان سجدهش میکنن. تا پدرش این خواب شنید، فوری بهش سفارش کرد که این خواب بر برادرانش نگید، به برادرانت نگی که اگه برادرانت از این خواب مطلع بشند حتما برات بیشتر حسد میورزن، اذیتت میکنن. و خود یعقوب هم کوشید که این خوابو مخفی کنه، لیکن برخلاف انتظار این راز از پرده برون اومد، به گوش برادران رسید. چطور؟ آیا خود یعقوب علیه السلام که به آینده درخشان طفل معصومش امیدوار بوده، از فرط نشاطی که بهش دست داده، از فرط خوشحالی که بهش دست داده، در دلش موج میزنه، میخواد اینو کمتر کنه، خودشو سبک کنه، با همسرش که محرم رازشه اینو اظهار میکنه و به اون میگه که اینو کتمان کنه؟ لیکن وقتی خود یعقوب نتونه کتمان کنه، چطوری همسرش میتونه کتمان کنه؟ چه توقعی میشه داشت؟ به هر حال تقدیر تقدیره. اذا نزل القدر عمی البصر، وقتی تقدیر نازل بشه چشم کور میشه. آدم همیشه میگه از خودش تعجب میکنه بعضی کارا که من چطوری کار کردم. تقدیر سبقت میگیره. برادرانش وقتی از خواب دومش خبر شدن، آتش حسد در درونشون مشتعل میشه. با اون سابقه بدبینی که از خواب اول دارن، دیگه نتونستن خودداری کنن. فوری این خواب رو به خودشون تعبیر کردن، احتمالا خودشون هم تعبیر خواب برد بودن. پیغمبرزاده هن گفتند که 11 ستاره ما ایم، ممکنه در آینده یوسف بر ما ریاست کنه و به جایی برسه که پدر و مادرش هم در مقابلش تواضع کنن یا سجده کنن. این موضوع برشون قابل تحمل نبود و رضا میخواستند که واقع رو قبل از وقوع معالجه کنن و خودشون خلاص کنن. و شیطان اینجا شروع میکنه بازی کردن.